thank you بینندگان محترم کورت کانال سلام و عرض ادب خدمت شما امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر کجای دنیا که هستید ایام به کامتون باشه با برنامه تواتر بررسی تیتر روزنامه های صبح ایران در خدمتتون هستیم در دو بخش برنامه تقدیم حضورتون میشه بخش اول سه روزنامه و بخش دوم بخش پایانی سه روزنامه پایانی تقدیم حضورتون میشه امیدوارم برنامه ای که براتون تهیه و تدارک دیدیم مورد پسند و قبولتون واقع بشه امروز سهشنبه سیوم خورداد 1402 و اولین روزنامه ای که براتون انتخاب کردیم روزنامه آفتاب یزد با تیتر توضیحات سازمان اوقاف در مورد ماجرای اجاره حسینیه امینی ها نمیدونم تا چند اندازه در جریان هستید در فضای مجازی چند روز گذشته این حسینیه ی امینی ها در شهر قزوین یک ترند خبری شد و خیلی در موردش بحث و گفتگو شد عروس حجت الاسلام خاموشی رئیس اداره اوقاف کشور یک به صلاح حسینیه ای هست معروف به حسینیه امینی ها که زیر مجموعه اداره اوقاف و فاش شد که این مجموعه با 150 هکتار به زیرمجموعه زیر مجموعه خودش و یک دامداری که هزار رأس دام هم در اون دامداری به بازدهی تولیدی میکنن در اختیار عروس این آقای حجت الاسلام خاموشی قرار گرفته بود با ماهی یک میلیون تومن اجاره بعد مثلا این افشاگری افشاگری یکی از خبرنگارهای روزنامه های کسی انتشار کشور بود موجب شد که مثلا اداره اوقاف مجبور بشه توضیحی بده در این موضوع در مورد این مثلا اختلاس میشه گفت یه نوع دزدی محترمانه از اموال بیت المال اطلاعیه داد سازمان اوقاف گفت که در دوره این حجت الاسلام خاموشی این اجاره باها قراردادش بسته نشده مال چند سال قبل و تصحیح کرد که یک میلیون تومن هم نیست است 900 هزار تومنه دیگه عذر بدتر از گناه تقریبا میشه گفت بعد این خانم چایچیان که عروس حجت الاسلام خاموشیه مدت چند سال در واقع مستعجر این حسینیه امینی هاست اون دامداری و درآمدهای میلیاردی و در نهایت به صلاح انکار خود حجت الاسلام خاموشی که در دوره من نبوده دوره های قبل این قرار داد به عنوان مستجر بسته شده و اجارش هم اینقدر بوده در حالی که امروز در همون شهر قزوین اصلا جای دیگر رو مقایسه نمی کنیم در همون شهر قزوین شما اگه بری هاشیه یه شهر یک زوج جوان بتونن یک زیرزمین یک اتاقه با یه آشپزخونه اجاره کنن باید حداقل دو میلیون تومن ماهیانه اجاره بدن یک زیرزمینی که مثلا 40 متر 50 متر مساحتشه حالا این با صد و خورده هکتار با هزار رأس دام با ماهی 900 هزار تومن واقعا آدم دلش به حالش میسوزه خیلی بهش فشار میاد به این به صلاح عروس حجت الاسلام خاموشی که این قطره ای از دریای اون اختلاس و دزدی و در واقع دست کردن تو جیب بیت المال توسط مقامات حکومتی در جمهوری اسلامی که هر چند وقتی یک بار به واسطه درگیری های جناهی مثلا این جناه دزدی اون جناه رو فاش میکنه افشاگری میکنه به وقتش اون جناه اختلاس و دزدی ها و بعد رانت های حکومتی این جناح رو افشا میکنه و در حقیقت شدن دو تا تیم فوتبال که مردم بیت المال و جیبشون اون توپیه که بین این دو تا تیم بین این دو جناح داره پاسکاری میشه روزنامه بعدی روزنامه امروز روزنامه امروز روزنامه صبح ایران در واقع روزنامه اقتصادیه و تیتر درشت وامدهی به خودیها به جای مردم عادی بانک مرکزی تسهیلات یعنی وامدهی خرد برای سرمایه گذاری در به کارهای تولیدی کوچیک سقفش رو 300 میلیون تومان به مشخص کرد و نکته جالب اینجاست که طبق تحقیقی که خود سازمان بازرسی به عمل آورده این وام های 300 میلیون تومنی رو اول دادن به کارمندان محترم بانک ها که گفتن از این سفره به هر حال شما هم یه چیزی ببرید بخورید بعد اگر چیزی موند یکی اومد مثلا خواست شغلی را بندازه اگر موند که بهش میدیم اگرم نموند که بهش میگیم نیست و برو پیکار وامی هم در کار نیست حال این هم بخشی دیگه ای از سمرات اون در واقع اقتصادیه که جمهوری اسلامی داره در نقطه به نقطه ساختار اداره کشور به این شکل بابش میکنه و این رو تبدیل به یه عادت میکنه ولی شما میشنوید مثلا 300 میلیون تومن چیزی نیست در حقیقت برای اون بانک و میده به کارمندش به کارمندهاش بعد فامیل های کارمندهاش و مثلا اگر چیزی موند به مردم عادی میرسه روزنامه بعدی روزنامه جمهوری اسلامیه و تیتر موج جدید گرانی ها و کاهش قدرت خرید مردم این یه تیتر یه تیتر دیگه ای هم در این روزنامه هست وسط روزنامه که نشون میده نمایندگان مجلس تازه از خواب بیدار شدن و به گرانی و کمبود دارو در مجلس شکایت کردن و داد و بیداد کردن و نمیدونم کلی سر و صدا کردن که نشون بدن به حوزه های انتخابیشون به شهرهایی که نماینده اینها هستن نشون بدن بگن آقا ما ببین در مجلس داریم یا همچین کارهایی هم میکنیم فکر نکنید ما بیکاریم و فقط شاسی بلند رشوه میگیریم نه به وقتش داد و بیداد هم میکنیم میگیم دارو هم کم گرانه و باید به فکر دارو باشیم این موضوع باعث شد که به وزیر بهداشت رو دوباره به مجلس بکشونن قرار بیاد و پاسخگو باشه اون تیتر اول موج جدید گرانی ها یک بررسی کلی کرده در مورد به مواد اولیه غذایی یک پژوهش میدانی کرده مرغ رو که گفته شما اگه کیلوی صد هزار تومن هم گیر آوردید دیگه خیلی واقعا هنر کردید نیست مرغ در واقع تازه نیست و از هر ده مغازه مثلا لبنی یا پروتئینی شما برید مرغی بگیرید احتمالا از هر ده تاشون یک دونشون مرغ زده یه چیزی دارن و با قیمت خیلی گرونی به مشتری میدن که اینم در واقع اون مدیریت جهادی و انقلابی رئیسی با اون تیم اقتصادی قوی دولتیشه روزنامه های بخش اول رو تقدیم حضورتون کردیم امیدوارم مورد پسندتون واقع شده باشه با ما همراه باشید پس از استراحتی کوتاه و رفتن به سراغ بخش دوم برنامه با ما همراه باشید بینندگان محترم کورت کانال عرض ادب مجدد خدمت شما با بخش دوم برنامه تواتر از تلویزیون کورت کانال بررسی تیتر روزنامه های صبح ایران در خدمتتون هستیم امیدواریم که این بخش و بخش ابتدایی برنامه که برای شما تهیه و تدارک دیده شده مورد پسند و قبولتون واقع بشه بخش دوم روزنامه هایی که امروز براتون انتخاب کردیم روزنامه اولمون روزنامه جمله است روزنامه صبح ایرانه و اون تیتر درشت و خیلی بزرگش که چقدر حقیر منظورش به در واقع نماینده مجلسیه که دیروز در مجلس مستقیما به روزنامه های مستقل توهین کرد و بهشون تهمت و افترا زد گفت که نماینده آخوند جلالی اسمشه نماینده مجلس طی نطخ آتشینی اومد اونم برای در واقع دولت رئیسی و تبلیغات خبردرمانی که این روزها برای دولت رئیسی راه افتاده و همه چیز رو میخواد قشنگ نشون بده اومد این هم به سهم خودش نوشابه باز کرد برای هیئت دولت رئیسی که یکی از ترین و یکی از ناکارآمدترین دولت هاییه که بعد از سال 57 میشه گفت به روی کار اومده و توهین خیلی زشتی به روزنامه های مستقل کرد گفت که سفر رئیس جمهورمون که یک دستاورد بزرگه توسط روزنامه های مستقل گزارش نشده بهش نپرداختن روزنامه جمله هم در پاسخ به تهمت این آدم تصویر یک سری تصویر روی جلد مثلا یک سری روزنامه های مستقل و از جمله خود روزنامه جمله رو گذاشته که با تیترهای خیلی رنگین از رئیسی سفرش به ونزوئلا تعریف و تمجید کردن و خواسته به این نماینده مجلس بگه که شما در این خبر درمانی تنها نیستید ما هم هستیم ما هم روزنامه های مثلا مستقل داریم به این موضوع میپردازیم ولی به هر حال اون هم به فکر نان و جیب خودش و اون نماینده مجلس و میخواد یه جوری امتیاز بگیره رفته دفاع کرده اینجوری اگه با این نطقهای آتشین از حقوق مردم اگه در مجلس دفاع کنن آدم در واقع خیلی هم تحسینشون میکنه و میگه که خیلی عالیه نماینده مجلس رفته برای حقوق مردم داره داد و بیداد میکنه اما ظاهرا مردم این وسط یک حلقه مفقوده هستند گم شدن و هیچکس هم حق واقعی اونا رو نه پیدا میکنه نه به دنبال در واقع پیدا کردنشه روزنامه بعدی روزنامه کیهان هست روزنامه کیهان و تیتر گوشه در واقع صفحه این روزنامه با این عنوان سرویس های اطلاعاتی 20 کشور در اختشاشات 1401 نقش داشتند جمله‌ای که در واقع رئیس سازمان اطلاعات سپاه دیروز در حقیقت در یک کنفرانس ابراز کرده در یک سخنرانی گفته گفته که این نارامی هایی که با مرگ جینا دختر کرد آغاز شد و انقلاب جینا نامگذاری شد توسط مردم و همه کسانی که در سر و سر جهان به این اتفاق نگاه داشتند حالا جمهوری اسلامی اطلاعات سپاه داره در حقیقت بی ارزش میکنه با این نوع اخبار این در واقع اعتراضات رو این مطالبه مردم رو که به خیابون ها اومدن و حق خودشون رو حق هم نوع خودشون رو فریاد زدن با شکنجه زندان اعدام کشته شدن توسط گلوله های جنگی در خیابان مواجه شدند تا حق خودشون رو مطالبه کنند ولی امروز این آقای اطلاعات سپاه میگه که ما تحقیق کردیم 20 کش... بیست در واقع سرویس اطلاعاتی 20 سرویس اطلاعاتی دنیا به اینا کمک کردن و باعث شروع این اعتراضها شدن که از 25 شهریور ماه با مرگ در واقع قتل حکومتی ژینا محسا امینی آغاز شد و تا به امروز هم همچنان ادامه داره و این روزها دیگه موضوع دانشگاه هنر تهران هم داره برای خودش یک خبر در واقع دست اول میشه دانشجو تحسن کردن در یک کلام به در حقیقت اون فشاری که به دانشجو وارد میشه نگفتن و دانشگاه های دیگه هم روز به روز دارن به این موج اعتراضی میپیوندن و این نشونه اینه که چه در دانشگاه ها، چه در خیابان ها، چه در بازار و چه در کوی و برزن هر شهری در ایران این اعتراضات ادامه داره و وقتی تورم به 60 درصد میرسه دیروز باز اکثر نقاط تهران بازاری ها اعتصاب کردن به افزایش بی رویه قیمت ها به نوسان ناکارآمد دولتی که برای اقتصاد بیمار ایران تجویز شده مغازاشونو رو تحتیل کردن اعتصاب کردن چون فروش ندارن چون پولی نیست که مردم در واقع خرید کنن این به حال یک ادعاست مردم مطالبه خودشون رو دارن اعتراضات هم اعتراضاتی بود که از دل جامعه به حاکمیت منتقل شد و همه خواهان یک رفراندوم یک عوض شدن این حکومت بودند و هنوز که هنوزه صداشون رو به سراسر سر دنیا هم منتشر کردن به حال روزنامه بعدی روزنامه ثروت هست و تیتر رشد اقتصادی فقط روی کاغذ این روزنامه هم به حال موضوع مسئله اقتصادی یکی از مسائل مهم جامعه است دغدغه مردمه و بیشتر به خاطر اینه که ما چند روزنامه اقتصادی هم بین روزنامه انتخاب می کنیم تا از اخبار روز اقتصاد هم شما رو مطلع کنیم دولت سخنگوش چند وقت پیش اومد گفت که رشد 4 و درصدی در واقع اقتصادی حاصل دستاورد دولت سیزدهم دولت رئیسیه که در حقیقت در این روزنامه به این موضوع پرداخته که طبقه متوسط هم به زیر خط فقر سقوط کردن الان فقط دو طبقه در حقیقت جامعه شناسی در جامعه به سر می‌برند. یک طبقه فقیر طبقه ثروتمند چیزی به اسم طبقه متوسط دیگه باقی نمونده و میشه گفت این ناکارآمدی در عرصه اقتصاد موجب به این نگرانی موجب این سقوط و این آشفتگی در بازار اقتصاد که اولین سیبل نشانش سفره مردمه که سفره مردم به این شکل دچار آشفتگی و نداری و جمع شدن و کوچک شدن و و حذف بسیاری از مواد پروتئینی و چند روز قبل با افزایش چهل درصدی مواد لبنی تقریبا میشه گفت ماست و شیر و اینجور چیزا هم شده یک سری به خوراکی لاکچری که فقط کسی که توان مالی داره میتونه اینا رو خرید کنه با روزنامه های صبح ایران در دو بخش در برنامه تواتر در خدمتتون بودیم امیدوارم برنامه که براتون تدارک دیدیم مورد پسند و قبولتون واقع شده باشه برای همتون آرزوی سلامتی میکنیم و تا روز دیگر تواتر دیگر و روزنامه های آینده براتون آرزوی شادی و ماندگاری و سلامت میکنیم